شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن یکی از شعب ایمان هست، ایمان به اسما و صفات الهی. در فضای آکنده از معنویت نم نیستن و کمتر از این هم نیستن، اما صحیح و درست طبق شارحان حدیث این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرح اسماء و صفات زیبای الله متعال. هر بچه ای را میدید آمدن به شدت بغل میکرد و به آن محبت میکرد. تأثیر توحید اسماء و صفات در زندگی مسلمان و بیان عظمت باری تعالی. اسامی الله متعال و جزء اسماء الحسنا اسم به حق الحق هست. در سال 732 هجری مورخ و فیلسوف و مؤسس حضرت علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، ماه مبارک رمضان با سرعت عجیبی در حال سپری شدنه. گویا اینکه همین دیروز بود اول ماه مبارک رمضان آغاز کردیم، رسیدیم به 21 ماه مبارک رمضان. در این برنامه سخن از قرآن کلام الله و اون هم از اسماء الله الحسنا، نامهای نیکوی الله سبحانه و تعالی که در قرآن آمده است. در این سوره فاتحه که سر تا سر قرآن معجزه است و این سوره فاتحه به نام ام الکتاب معجزه دیگری از معجزه های قرآن هست رو ابتدای برنامه تلاوت شد. جالب اینجاست که کلمات این سوره فاتحه مانند دیگر کلمات آیات قرآن حساب شده و دقیق کنار هم قرار گرفته که محال انسان بتونه یک مترادفی جای اون رو پر کنه. به عنوان مثال الحمدلله، ما در الحمد مدح داریم و شکر داریم و الحمد داریم که مترادف همه. شما نمیتونید جای الحمد رو مدح بذارید، زیرا الحمد الثناء علی الجمیل من النعمت او غیرها مع المحبت والاجلال. حمد تشکر یا شکر و تعریف و تمجید الله سبحانه و تعالی، تعریف و تمجید در مقابل صفات ذاتیه و صفات فعلیه یک موجود هست. مدح
هم برای انسان‌ها، برای موجودات عاقل به کار میره، اما مدح برای غیر عاقل به کار میره و احتمال داره انسان یک کسی را به خاطر یک صفتی که داره و کاری که انجام نداده اون رو مدح بکنه، اما هم نخیر. شکر همینطور، شکر در مقابل نعمتی و یا در مقابل کاری که در واقع انجام گرفته انسان تشکر میکنه و تشکر بر اساس یک صفت ذاتی صورت نمیگیره. به همین خاطر مناسب ترین کلمه برای اینجا حمده. و اینجا جالب جا داره این مطلب رو هم یادآور بشیم که الحمدلله با جمله اسمی آمد و نمیشه جای الحمدلله را احمد الله یا نحمد الله به کار ببریم، زیرا فعل در واقع مختص فاعل معین زمان معینی داره. وقتی من میگم احمد الله او نحمد الله به یک زمان معینی اختصاص داده میشه. و بعد هم اگر من این احمد الله را به کار ببرم، بدون الحمدلله به کار ببرم و قلبم از اون تعظیم و اجلال الله غافل باشه، مثل اینکه دارم دروغ میگم و در قلبم اون کار انجام صورت نمیگیره. اما به خلاف الحمدلله، اگر من الحمدلله بگم، حتی اگر هم قلبم اون تعظیم و اجلال الله، عظمت الله در ذهنم در واقع قرار نگیره، باز هم اون صادق و دروغ نیست. جالب اینجاست که شاید شخص بگه که چرا لله الحمد به کار نرفت، در حالی که لله الحمد اختصاص فقط برای الله سبحانه و تعالی میرسونه و الحمدلله اون اختصاص رو نداره. جالب اینجاست که در سوره جاسیه فلله ما داریم لله الحمد في لله الحمد في الاولى والاخره وله الكبرياء، حمد در اول و آخر از آن الله. فرقش اینه که در سوره فاتحه مقام در واقع اینجا مقام عبودیت نیست، مقام حمد هست، مقام ثنا هست، اما در سوره جاثیه که لله مقدم شده مقام عبودیته، چون بحث کفاره. و این یکی دیگر از عظمت بلاغی قرآنه که در اینجا که مقام ثنا و تعریف و تمجید الله هست اختصاص به کار نرفت، اما اونجایی که مقام عبودیت هست اختصاص به کار رفت، به این معنا که تمامی حمدها فقط از آن الله و انسان در مقابل این اعجاز و این بلاغت زیبای قرآن که هر چقدر انسان بگیم چیزی باقی نمیمونه مگر اینکه سر تعظیم در مقابل گوینده و صاحب این کلام فرود آوریم و بگیم سبحانک یا الله ما اعظمک. استاد شکری عزیز، نام های نیک الله سبحانه و تعالی در قرآن زیاد الله سبحانه و تعالی به کار برده و دوست داریم در این قسمت اظهار نظر شما رو بشنویم در مورد الرحمن که در همین سوره فاتحه تلفظ در واقع نام نیک الله سبحانه و تعالی به کار رفته. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران و عرض سلام و ادب خدمت بینندگان محترم برنامه. بله، اسم الرحمن میبینید که از اسامی بسیار مهم هستش که در قرآن به مراتب تکرار شده. هر جا که بسم الله الرحمن الرحیم هست میبینیم که صفتی اسمی هستش که مورد توجه قرار گرفته و در همین سوره فاتحه که همه مسلمین بارها در روز در نمازهاشون قرائت میکنن، این دو اسم الله الرحمن و الرحیم مورد توجه قرار گرفته که یکیشون در واقع رحمت عام الله متعال و دیگری رحمت خاص الله متعال هست، مورد توجه قرار گرفته. حتی سوره‌ای در قرآن داریم به اسم سوره الرحمن. بله. که دقیقاً با همین اسم زیبا شروع میشه، الرحمن و علم القرآن. و خدمتتون عرض کنم معناش یعنی بخشاینده، اون بخشش عام الله متعال هست. نقل شده که از عبدالرحمن ابن ناصری سعدی که گفته که معانی الرحمن، الرحیم، البر، الکریم، الجواد، الرؤوف، الوهاب اینا به هم نزدیک هستند. بله. به نوعی. و نهایتا رحمت و لطف و کرم و مهربانی سبحان الله متعال رو نشان میده. خداوند متعال فرموده که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یا الله برخوش واجب کرده، یعنی نشان میده که ببینید مثلا اگر رحمت جزئی از ذات ما، سرشت ما قرار گرفته، او چیزی بوده که الله متعال در ما گذاشته. ولی اینی که خداوند متعال بر خود رحمت رو نوشته، یعنی ذات الله متعال هست، صفت ذاتی الله متعال هست، یعنی چیزی نیستش که کسی بر او نوشته باشه، خود بر خود می نویسه. کسی یعنی نمیتونه او رو وادار کنه، کسی نمیتونه،
یعنی در واقع الله اول هست، خلق نشده، ماها مخلوق او هستیم. در واقع این صفتی رو که در ما گذاشته، اون صفت رأفت و رحمت و اینهایی رو که در ما گذاشته شده، اونها در واقع به واسطه الله متعال بوده، ولی برای خود الله دیگه کسی نمیتونسته جز خود الله. یک مطلبی که شاید اینجا پیش بیاد، البته قبل از اینکه سوال بپرسم، سبحان الله، اصطلاحات عربی و قرآن به خصوص چنان غنیه که همین رحمان شما بیا ساعتها و روزها توضیح بده، باز هم شما معادل الرحمن نمیتونی توضیح بدی. بله. چنان غنی است، چنان پرباره. در ترجمه های قرآن سعی کردن بنا بخشنده مهربان، بخشنده ترجمه کردن، اما به هیچ عنوان نمیشه در این کلمه بخشنده الرحمن را جا داد. حالا سوالی که میشه، بله، حق مطلب شاید به خوبی ادا نمیشه. سوالی که مطرح میشه همین قضیه که شما فرمودید خدا، الله سبحانه بر خود رحمت نوشته. خب هستن کسانی که با دین سیتی تن میگن اگر الله بر خود رحمت نوشته، چرا مثلا کفار رو در جهنم عذاب میده؟ بله، این بسیار سوال مطرحی هست. حالا میدونم وقت بنده هم محدود هست، سعی میکنم که نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. این شاید از بزرگترین شبهاتی هستش که خدا ناباوران مطرح میکنن و از سوالات بزرگ توی ذهنشون هست و روش هم بسیار تبلیغ میکنن، که خدایی که ادعا میشه، از نظر اونها ادعا میشه که این خداوند متعال مهربان هست، بنده هاش رو دوست داره و فیضش نامحدوده، خب چرا پس این الله متعال بنده هاش رو مجازات میکنه به صورت ابدی در آتش و با شدت، و یعنی توصیفاتی که از جهنم هست، حالا در همه ادیان الهی این توصیفات خیلی مثلا خشن و بیرحمانه به نظر میاد. پس این دوتا با هم در تناقض میافتن، در تضاد میافتن و نشون میده که پس شما اعتقادتون باطل هست به واسطه این تضادی که در اعتقاداتتون هست. ولی در صورتی که اگر یه خورده دقت بکنیم، حداقل اون چیزی که به ذهن این حقیر میرسه اینه که نشانه های رحمت الله رو ما به خوبی متوجه میشیم. بحث جهنم و بهشت هم که پیش میاد، به طور خلاصه اشاره وار اینه که سنخیت به وجود میاد، یعنی کسانی که جهنم میرن در واقع سنخیت پیدا کردن با جهنم، جهنمی شدند، روحشون جهنمی شده، سنخیت با بهشت ندارن، نمیتونن به بهشت برن، چرا که خودشون رو این چنین پروراندند در این وقتی رو که در دنیا داشتند دارای سنخیت با جهنم و جهنمیان شدند، از یک جنس نیستن که بخوان مورد عفو و بخشش قرار بگیرن. بهشتیان همینطور نمیتونند به جهنم برن به جهت اینی که سنخیت با جهنم ندارن. اینها کسانی بودن که رأفت و رحمت و حق و عدالت و تمام این صفات رو در خودشون پروروندند، به تکامل رسوندند. بنابراین جهنم رفتن جهنمیان به واسطه عدم رحمت و خشم و یا بیرحمی الله متعال نبوده، به جهت سنخیتی بوده که در خودشون به وجود آمده. اما اینی که نشانه های رحمت الله کجاست، خون و به وضوع در همین عالم میبینیم. شما نگاه خوب بفرمایید که همین رأفت قلبی که در همه انسان ها هست، لطف الله متعال بوده که این رو به صورت فطری در وجود همه انسان ها قرار داده و برای ما این استعداد رو نوشته، این استعداد ذاتی رو در ما نهادینه فرموده، جزء خلقت ما هست که ما این رو به وضوح، همه انسان های روی کره زمین به وضوح این رو میفهمن، یعنی این رحمت و رأفت در وجودشونه. حتی انقدر این روحیه، این استعداد در انسان ها قوی هست که لذت میبرند از رأفت داشتند، یعنی اون کسی که رأفت به خرج میده، اون کسی که دست یک مظلومی رو میگیره، اون کسی که یک محتاجی رو کمک میکنه، اولین کسی که لذت میبره اون محتاج و مظلومه نی، خودشه. یعنی این استعداد در وجود انسان ها گذاشته شده که از انجام کار خوب، از انجام یک مهربانی خودشون در درجه اول لذت میبرند و در عوض قسمت مخالف میبینیم که مثلا کسی که حسد میبرزه، کسی که غضب داره، خشم داره، کینه داره، انتقام جوه، اولین کسی که آسیب میبینه، اولین کسی که آزار میبینه خودشه. ما حتی در ضرب المثل های فارسی و زبان های مختلف، در فرهنگ های مختلف میبینیم، مثلا در فارسی گفته میشه که حسود هرگز نیاسود، یا میگه چاهکن همیشه ته چاست، که اینا مفاهیم بزرگی داره. کسی که نقشه بد برای دیگران میکشه، نیات
خبیثانه داره، نیات بد داره، خودش اول از همه ته چاه خودش داره، همون لحظه‌ای که داره چاه برای دیگران میکنه، خودش اگه ته چاه نباشه نمیتونه چاه بکنه. اگه از چاه بیاد بیرون دیگه چاه نکنده، ولی وقتی که داره چاه میکنه خودش ته چاه. اینا همه نشان دهنده اینه که عدالت و رحمت و رأفت در این عالم جلوه کرده، در همین دنیای ما. و تو این زمینه مطلب نمیدونم بهم وقت میدید چند دقیقه صحبت بکنم یا نه؟ چند دقیقه نمیده، خب بفرمایید. یک دقیقه بفرمایید. یه دقیقه جمع نمیشه این، چون این موضوع موضوع مهمیه. خب بفرمایید، مرتبط موضوع است، بفرمایید. ببینید ابتر نموی موضوع. بله حالا راحت باشید. شما نگاه بفرمایید، مثلا کسی که رأفت و رحمت در وجودش، اینا همه طراحی الله متعاله. کسی که خیر و رحمت و رأفت و عدالت و اینها رو در خودش نهادینه میکنه که سنخیت با بهش پیدا میکنه، حتی در این دنیا نگاه میکنی اطرافیانش از جنس همون جنس میشن. بله. و حتی نگاه میکنی یه همچین شخصیتی مورد توجه و احترام همگی انسانها، حتی ظالمین قرار میگیره، حتی کسانی که این روحیه رو ندارن. اینم باز جزء استعدادایی بوده که خداوند متعال در وجود ما انسانها قرار داده. و نگاه میکنی که میبینی که همین، خدمتتون عرض کنم که مثلا بعضی وقتا به این توجه میکنن که اگه الله متعال رؤوف و مهربان بوده، حالا گذشته از آخرت، چرا در همین دنیا مثلا ظلم هست، قحطی هست، بیماری هست و مسائلی از این دست، که اینها نشون میده که خدمتتون عرض کنم که اینا زمینه هایی رو فراهم میکنه خیلی سریع دارم سعی میکنم، زمینه هایی رو فراهم میکنه برای ایجاد رأفت و رحمت. یعنی مثلا یه مثال کوتاه، کسی که مریض میشه، بله، خب میام سوال میشه که چرا مرض خدا آفرید در این عالم؟ چرا ما نیومدیم اینجا؟ اگر خدا مهربانه، اگر خدا این چنین رأفت و رحمت در وجودش هست، خب پس چرا مرض؟ ولی نگاه میکنی میبینی شرایطی پیش میاد، وقتی یه نفر مریض میشه همه اطرافیان و خودش مورد امتحان قرار میگیرن. اونجاست که رأفت و محبت و همدلی و توجه معنا پیدا میکنه. اگه همه قرار بود که سالم و خوب و شرایط عالی و همه در رفاه و این، چه شرایطی واسه خیرخواهی و محبت و هم نوع دوستی و این مسائل پیش بیاد؟ اصلا زمینه هایی برای این فراهم نمیشد، بنابراین سنخیت به وجود نمی آمد که ما بخوایم به بهشت بریم یا بخوایم به جهنم بریم. اگه شرایطی وجود داشت که نمیشد ظلم کرده، هیچ ظالمی نمیتونست باقی بمونه، خب اون موقع سنخیت هدف از خلقت اصلا کلن زیر سوال میرفت. و اون رحمت و رعفتی هم که سنخیت به وجود اونها در واقع مختل میشد. حالا از رأفت و رحمت الله متعال شما نگاه بفرمایید که در قرآن، من البته اینا رو چند تا رو دارم از نکاتی که تو ذهنم هست دارم میپرم، اما شما نگاه بفرمایید مثلا در بحث‌های اخروی میبینیم که الله متعال میفرماید که وقتی کسانی رو میخواد اجر بده، پاداش بده، بهش ببره، میبینیم که خیلی وقتا میفرماید که به احسن ما کانو یعملون جزا میده. یعنی یه مثال بزنم، البته این معانی مختلف شده در بین مفسرین و علمای اسلام، اما یکی از معانی که گفته شده این هست که میفرماید که مثل وزنه برداری که بهش مثلا سه تا فرصت میدن، میگن وزنه ای رو بلند کن، اون بالاترین وزنه ای رو که بلند میکنه اون رو به عنوان رکوردش ازش قبول میکنن، هر چند وزنه های دیگر رو انداخته باشه نتونسته باشه. به احسن ما کانوا یعملون، یا یه جای دیگه قرآن میفرماید که اولئک الذین نتقبل منهم احسن ما عملوا. و نهایتا اینها همه، یا نمونه های دیگه ای رو خدمتتون عرض کنم، ما چون کارگردان پشت سرم داره اشاره میکنه که وقت بسیار تمام شده، عذر میخوام وگرنه از مطالب زیبا و علمی شما اصلا خسته وسیر نمیشیم، بسیار زیبا، من عذر میخوام، ببخشید. و اگر در دنیا همه انسان ها برابر بودن دیگه کسی نیاز به هم دیگه پیدا نمی کرد، و اگر بیماری نبود کسی قدر سلامتی رو نمی دونست. اصلا گذشته از اون لطف کردن، محبت کردن برای صاحب لطف و محبت لذت همراه داره، و او کسی که ظلم و ستم میکنه برای خودش عذاب در بر داره. بنی اینا لطف الله بوده، رحمت الله رو در همین دنیا حتی نشان میده و در آخرت هم که باز توضیح هست. کسی که از چراغ قرمز میزنه و زمینه در واقع مصیبتی ایجاد میکنه بایستی یک جریمه هم دریافت کنه. استاد ترشابی، پیرو و بحث در واقع حالا رحمان که استاد شکری فرمودن، یکی از نامهای الله سبحانه وتعالی التواب زیاد دیده میشه، در این باره زانه در شما میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و على آله و صحبه اجمعین. اما بعد خدمت اساتید حضور و بینندگان گرامی شبکه جهانی کلمه عرض سلام و ادب دارم
و بر اساس تحیت اسلام میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و امیدوارم که در این لحظات معنوی ماه مبارک رمضان روزداران عزیز ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنند و اون چیزی که برای ما در واقع خیلی مهم هست دعای روزداران و انسانهای مؤمن و متقی است و امیدواریم که الله متعال هم دعای اونها رو در حق ما بپذیرد. آمین. اما تواب در واقع که به معنی در لغت معنی لغویش به معنی رجوع کننده و توبه کننده و توبه پذیر این مفاهیم رو در بر دارد، همونطوری که میدونیم باز هم صفتی از صفات الله متعال هست و بر وزن فعال یعنی صیغه مبالغه هست که یعنی الله متعال بسیار به بندگانش توفیق توبه میدهد و بسیار توبه بندگان خودش را میپذیرد. و این در واقع من فکر میکنم یکی از بزرگترین لطفهایی که پروردگار در حق بشریت انجام داده این هست که دروازه توبه رو برای انسان باز گذاشته. شما تصور بکنید اگر یکی مثلا جنایت میکرد، انسانهای زیادی رو میکشت، میگفتیم خلاص دیگه الان دروازه توبه به روی شما بسته شده و شما دیگه نمیتونید توبه بکنید، مثل اون شخصی که رفت و از امتهای گذشته 99 نفر رو کشت، بعد پیش شخصی در واقع نیمچه ملا مراجعه کرد و به ایشون گفت من 99 نفر رو کشتم، الان تکلیف من چی میشه؟ گفت تو جهنمی میشی با این 99 نفر که کشتی. اون یکی رو هم کشت و 100 تا رو کامل کرد. گفت حالا که من قرار جهنمی بشم، حالا چه 99 تا چه 100 تا، یا به قول معروف آب چه از سر گذشت چه یک وجب چه 100 وجب. با این تصور بعد نزد شخص عالمی رفت، گفت نه، خداوند دروازه توبه رو روی شما باز گذاشته، شما با وجود این 100 نفر رو که کشتید باز هم میتونید توبه بکنید، به فلان قریه صالح برید و اونجا بندگان صالحی وجود دارند و به هر حال اونجا زندگی بکنید که در مسیر راه جریانش طولانی فوت کرد و به اون قریه صالح نزدیکتر بود و اینگونه توبهش پذیرفته شد. میخوام بگم اگر دروازه توبه بسته میشد بسیاری از انسانها ناامید میشدند و دنیا رو فساد و جنایت زیادی فرا میگرفت. اما این فضل و نعمت الهی است که این دروازه رو باز گذاشته تا انسان در هر لحظه که خواست رجوع بکند. صفت تواب در قرآن کریم حدود 9 بار اومده، از این 9 بار 6 بارشون در کنار لفظ رحیم اومده. تواب و رحیم، این دوتا صفت الله متعال در کنار یکدیگر ذکر شدن و این خودش میرسونه. در واقع رحیم وقتی کنار تواب قرار میگیره معنیش این است که این پروردگار به این خاطر توبه شما رو میپذیرد که مهربان هست، برای اینکه رحیم است، برای اینکه رحمت و رأفتش نسبت به انسانها که در جلسات گذشته هم ما بهش پرداختیم بسیار زیاد است، اشاره به این موضوع دارد. و دو جا هم تواب و حکیم اومده در کنار یکدیگر، یعنی اینکه خداوند توبه شما رو میپذیره درش حکمت وجود داره، بر اساس حکمت هست. فکر نکنید که اینطوری بیهوده در واقع خدا بدون برنامه‌ریزی توبه شما رو میپذیره، بلکه توبه شما رو میپذیره برای اینکه راه‌های فساد بسته بشن، شما این آزادی رو داشته باشید که به سوی خداوند متعال برگردید. یک جا هم در قرآن کریم تواب به تنهایی اومده به این معنی که الله متعال توبه شما رو میپذیرد. علما درباره خود کلمه تواب بحث کردند، گفتند که انسان هم میتونه تواب باشه، اونطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که کل بنی آدم خطاون و خیر الخطائین التوابون، همه انسان ها خطاکار هستند اما بهترین خطاکاران کسانی هستند که توبه میکنند. ببینید گاهان ما صحبت میکنیم، میگن، مطرح میکنن، میگن شما چرا به صحابه اینقدر احترام میگذارید، مگر معصوم بودند، مگر فلان بودند. بحث این هست که صحابه گناه میکردند، خطا میکردند، اشتباه میکردند، ولی به محض اینکه مرتکب گناه میشدند توبه میکردند و برمیگشتند به سوی خدا میومدند و انسانهای صالح هم این گونه هستند. به هر حال انسانها هم تواب هستند به معنی که توبه کننده و رجوع کننده به سوی پروردگار هستند. کلمه تواب وقتی که در حق الله متعال استفاده میشه دو تا معنی رو علما ذکر کردن در موردش، یکی اینکه یعنی بنده رو بسیار توفیق توبه میدهد، این توفیق رو بهش عنایت میکند. ببینید بسیار انسان ها دچار گناه میشن، دچار معصیت میشن، این توفیق رو هم پیدا نمیکنند،
در اون حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومده که بعضی انسان‌ها یک گناه می‌کنند، توبه نمی‌کنند، دو تا سه تا چهار تا گناهان متوالی انجام میدن تا اینکه هر گناهی که انجام میدن یک نقطه سیاه در قلبشون ایجاد میشه تا اینکه قلبشون سیاه میشه و مانند یک کوزه وارونه میشه که نمیتونه حق رو تشخیص بده. ولی انسان‌های مؤمن زود توبه می‌کنند. در حال خواستم این نکته رو کامل بکنم. ظاهرا شما میگید بله، یعنی تموم کن. راحت باشه. می‌خواستم این نکته رو بگم که تواب یعنی خدا توفیق میده و این چیز بزرگی است. اون کسی که مسلمان میشه، اون کسی که راه هدایت رو پیدا میکنه، اون کسی که راه توبه رو پیدا میکنه، نباید به خودش مغرور باشه. باید همیشه نگاهش این باشه که این خداست که به من توفیق داده که به راه اسلام، به راه هدایت، به راه دین و به راه توبه برگردم. و یک معنی تواب همین است، یعنی که خداوند شما رو توفیق میده. معنی دوم تواب این هست که الله تعالی توبهش کنه، توبه شما رو میپذیره. ببخشید من یه نکته اضافه بکنم خیلی کوتاه، چون در رابطه با الرحیم هست. گذشته از اینه که صحبتایی که آیه استاد ترشبی فرمودن تایید می، اینا نشانه هایی از رحمت و لطف و محبت الله متعال هست. نه تنها این که خداوند توفیق توبه، نه تنها خداوند توبه میپذیره، حتی خداوند سیئات رو به حسنات میفرماید که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. حالا این خدا مهربان هست یا الرحمن هست یا نیست، بسیار. حتی سیئات رو تبدیل به حسنات میفرماید. بسیار زیبا، بسیار و معنا هم داره. مثل کسی که مثلا فرزن حالا دستبرد زده باشه به مال کسی، مثلا فرض بفرمایید 10 میلیون تومان پول کسی رو دستبرد زده، بعد میاد پیش عذرخواهی میکنه، من آقا اشتباه کردم، این 10 میلیون تومان شما رو برداشتم و الان از شما عفو میخوام. شما این تصور رو داشته باشین، میگه این 10 میلیون تومان که برداشتی که مال خودت، هیچ، یه 10 میلیون تومان دیگه هم بهش بده، اینم 10 میلیون تومان در مقابل اومده عذرخواهی. ولله المثل الاعلى، الله مثلا میگه گناه انجام دادم، خدای توبه میخوام، اون گناه ها بخشیدم، در مقابل اون گناه هم اینقدر حسنات. و سبحان الله، ما این خدایی داشته باشیم، یا لیت قوم یعلمون، کاش که قوم ما میدانستن ما چه خدای عظیمی داریم. حکایت ما شاید حالا درست نباشه این ضرب المثل، اما برای تقریب به ذهن انشالله اشکالی نداره. حکایت شتوری است که از تشنگی لب بر زمین بر خاک میکشیده و در لحظه هلاک شدنه، در حالی که بر پشتش کوزه های آب داره حمل میکنه. ما این الله داریم، با این صفات الرحمن و التواب داریم. بعد میریم سراغ عبدالقادر گیلانی و نقشبندی و قادری و امام رضا و شاه عبدالعظیم و غیره. آیا این ظلم به خود نیست؟ دکتر علی، حقیقتا بحث الاکرام شما مطرح کردین و الاجلال مطرح کردین، ذل جلال و الاکرام، چقدر نام زیباییه. دوست دارم در این باره از شما بشنویم. بازم حمد و ثنا برای پروردگار ذل جلال و الاکرام. حمد و ستایشش را می کنیم و از او درخواست کمک می کنیم و از او درخواست مغفرت می کنیم و گواهی می دهم که معبود بر حقی وجود ندارد بجز الله، و گواهی می دهم که محمد رسول و فرستاده اوست صلی الله علیه و سلم. من هم به نوبه خود خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوار و همچنین بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی کلمه عرض سلام و ادب دارم. از پروردگار ذوالجلال می خواهم که همه ما را توفیق عمل صالح دهد و ما را در این ماه مبارک رمضان توفیق عمل صالح بیشتر و توفیق توبه عنایت فرماید. آمین. حقیقتا مطلبی که من در مورد کرم، کریم، اکرام بیان شد، احساس میکنم با همین مطالبی که الان بیان کردند اساتید بزرگوار همش به هم مرتبط هست. الرحمن، التواب، الرحیم. دوست داشتم یک نکته اضافه کنم به اون مطالبی که استاد شکری فرمودند، مخصوصا در مورد الرحمن و الرحیم. یک نکته را من اضافه کنم، چون حقیقتا مثل اینکه فرصت زیاد نبود، یعنی هیچ کدوم نمیتونیم اون چیزی که باید بگوییم بیان کنیم. یکی این که رحمان از نظر عربی صیغه فعلان است. فعلان
برای مبالغه و کسلت است. یعنی مثلا وقتی کسی که بسیار گرسنه باشد میگوین جوعان، کسی که بسیار تشنه باشد میگن ظمئن، کسی که سیراب باشد میگن ریان، کسی که مثلا سیر باشد میگن شبعان، یعنی دیگه سیر سیر فول فول. و پروردگارم ما وقتی که میگن رحمان یعنی رحمت فراوانی دارد، خیلی زیاد و فراوان، الله اکبر، نهایت نداره. وسعت رحمتی کل شیء، رحمت پروردگار همه چیز را فرا گرفته، حد و مرز نداره. الله اکبر. پروردگار رسول خدا می فرماید صلی الله علیه و سلم، پروردگار 100 درجه رحمت دارد، 99 تاش برای اهل ایمان گذاشته در آخرت، یکیش برای دنیا گذاشته، یکی فقط از یک درجه. میگه به وسیله اون یک درجه تمام این هستی از رحمت پروردگار بهره مندن. حتی شطوری که پایش را بلند میکند مبادا بر روی بچهش بیفتد، میگه از اون یک درجه رحمت پروردگار بهره مند است. یک درصد فقط، فقط یک درصد برای تمام دنیا، تمام اون چی در شیر میبینید. من دیدم در خیلی مثلا فیلم ها هستند که مثلا یک بچه مثلا گاوی، بچه اون گاوهای وحشی، البته همون چیزش، یه بچه کوچک مثلا پناه آورده به یک شیر، از شیر دیگری فرار کرده و پناه آورده به یک شیر دیگری، اون شیر پناهش داده و اجازه نداده اون شیر دیگر او را پاره پاره کند. اون رحمت که گذاشته از اون رحمان است. این است که علما میگوین رحمان یعنی عمومیت دارد برای دو اهل زمین، برای کافر و مسلمان و حیوان و همه چی شمولیت دارد. اما رحیم میگه برای اهل ایمان در دنیا و آخرت. یک نکته دیگر که مطرح است، همون که شما هم اشاره فرمودید در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، قطعا رحمان معنی دارد، رحیم هم یکی دیگر، یعنی نمیشه دوتایشون یک معنی، هرچند ریشهشون یکی است، رحمت، هر دو رحمت است. اما رحمان دلیل بر، همچنان که امام ابن قیم میفرماید در مدارج السالکین، میگه الرحمن دلیل بر داشتن رحمت است، یعنی دارای رحمت فراوان است، صفت ذاتیه، صفتی است یعنی دارا بودن. پس در نتیجه تفسیری که مثلا میگوین به نام خداوند بخشنده مهربان، نه، در الرحمن بخشندگی در اینجا هنگامی که کنار رحیم باشد نمیرساند، بلکه دارا بودن رحمان، رحمت یعنی پروردگار دارای رحمت فراوانی است. خیلی خوب، حالا میخوایم از این رحمت دیگران بهره مند شوند، پس رحیم هست، از اون رحمت میدهد به رحم به مرحومین. یعنی چی؟ یعنی به نام الله که بسیار مهربان است و بسیار با رحم است و رحیم است، بسیار مهر ورز است، یعنی مهرش به دیگران میرسد. یعنی رحیم به معنای رحیم است، صیغه مبالغه رحیم، یعنی رحم کننده. دوستان چرا من وقتمون تموم شده؟ به همین خاطر سبحان الله، محاله شما بتونید معانی دقیق و معادل دقیقش رو پیدا کنید. چه رحمان و چه نام، هیچ کدوم از نام های الله شما نمیتونید در فارسی معادل دقیقش پیدا کنید، مگر اینکه بایستید صفحات توضیح بدین، یعنی این مشتقاتش و الی آخره. یک نکته دیگه اشاره اجازه کنم، به نمود ام تواب چیز جالبی فرمودن استاد شعبی، دو قسمت معنیش، یکی اینکه خدا توفیق بندگانش را میدهد، یکی اینکه توبهشون میپذیرد. در اصل کلمه توبه، توب یعنی رجوع، برگشت. بله، حالا برگشت، یعنی اگر بنده به سوی خدا برگردد، خدا هم به سوی او بر میگردد. یعنی الله، در واقع انگار کسی که گناهی میکند از خدا برگشته، و اون کسی هم که وقتی گناه میکنید پروردگارم ازت کمی برمیگردد، وقتی که اگر تو برگشتی اون هم برمیگردد. بسیار، پس هر دو تواب هستند. تواب، ان الله هو التواب. یک نکته بفهم، اشکال نداره، بفهم. وقت چون دوستان اشاره میکنن وقتمون به پایان رسید، طبعا استاد عبدالفتاح خدمتی هم زان نظرشون میشنویم. خیلی هستن در جامعه به مناسبت بحث تواب میگن که من اینقدر گناه، جنایت، هر کاری میگه من انجام دادم، دیگه خدا منو نمیبخشه. اما سبحان الله، آیه رحمت، آیه 53 سوره زمر، انسان وقتی مطالعه میکنه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله،
ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. چه آیه زیبایی است. خب گوی ارتباط با استاد عبدالفتاح خدمتی برقرار شده. ضمن عرض سلام استاد عبدالفتاح خدمتی، اظهار نظر شما رو در مورد نام‌های زیبای الله سبحانه و تعالی می‌شنویم. بفرمایید. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمت شما جناب استاد هاشمی و خدمت بینندگان و اساتید محترم، یکی از صفات الله و اسامی الله المقدم و المؤخر هست. در دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم داریم که معمولا در تشهد آخر هم سنت است انسان این دعا را بخواند. اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما اسرفت و ما انت اعلم به منی، انت المقدم و انت المؤخر. در روایت های مختلفی انت المقدم و انت المؤخر، لا اله الا انت. تو ای الله یاری شما، ای الله جلو انداز هستی و به تأخیر می اندازی، جلو انداختن و به تأخیر انداختن صفت توست. ای الله شما گذشته های ما را می بخشید، ای الله و آینده ما مطلع هستی و می بخشی. بنابراین اون چیزی که صفت الله هست و اسم الله هست، المقدم و المؤخر، در آیه داریم که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. یعنی این تأخیر و این تقدیم و جلو اندازی و به تأخیر انداختن صفت الله هست سبحانه و تعالی، از نامهای او هست سبحانه و تعالی، و هر دو هم ذکر شده است و هر دو هم با هم ذکر می شود، مقدم و مؤخر، و جدا هم ذکر می شود. و بر خدا این مسئله که خداوند سبحانه و تعالی مقدم است و مؤخر است، یک صفت خود به منحصر به ذات هست، به ذات او سبحانه و تعالی. در آیه شریفه داریم قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. چه کسی نفع به نفع شماست، یا چه کسی نفع به شما میرساند یا ضرر، اگر خداوند جلو میخواهد جلو این نفع و ضرر را بگیرد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن یکی از شعب ایمان هست، ایمان به اسما و صفات الهی. در فضای آکنده از معنویت، نم نیستن و کمتر از این هم نیستن، اما صحیح و درست طبق شارحان حدیث این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرح اسماء و صفات زیبای الله متعال. هر بچه ای را میدید آمدن به شدت بغل میکرد و به آن محبت میکرد. تأثیر توحید اسماء و صفات در زندگی مسلمان و بیان عظمت باری تعالی. اسامی الله متعال و جزء اسماء الحسنا اسم به حق الحق هست. در سال 732 هجری
مورخ و فیلسوف و مؤسس حضرت علی. استاد عامر، ما 21 رمضان هستیم، دوست داریم در فکر میکنم 21 رمضان حوادث تلخی خیلی شهادت حضرت علی دردآور بوده. بله. ولی دوست داریم در این باره به طور کلی اگر حوادث شیرینی هم بوده هم بفرمایید. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. خدمت شما اساتید بزرگوار و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. در 21 رمضان مثل صفحات تاریخ روزهای تلخ و روزهای شیرین داریم. روزهای تلخ رو به عنوان عبرت میگیریم و روزهای شیرین رو سپاسگزار خداوند میشیم در اون روزها. در مورد شهادت سیدنا علی که درش اختلاف هست، که بعضی ها گفتن در 19 رمضان شهید شده ایشون، 17 ضربت خورده 19 شهید شده، بعضی میگن نه 19 ضربت خورده و 21 شهید شده. در هر حال این قضیه هم هست که در روز 21 رمضان این رو هم میگویند گفته شده. و یک نقلی هم میکنم، حالا 100% نیست این هم، ولی میگن که شیخ مبارک فوری ایشون فرموده که قرآن در 21 رمضان بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده، هرچند این هم قطعی و 100% نیست، ایشون با محاسبات خودشون این رو فرمودن. یعنی شب قدر است دیگه، قطعا شب قدر هست و احتمالش هست که شب قدر باشه. یعنی نه شب قدر قطعی، قطعا شب قدر نازل شده قرآن. نه 21 رمضان شب قدر نمیتونیم بگیم قطعی هست. بله. اما نزول قرآن بله شب قدره، یعنی حداقل 10% احتمال داره درست باشه. بله. و همچنین در 21 رمضان سال 95 بله حجاج ابن یوسف فوت میکنه. ما در روز 11 رمضان گفتیم که حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر رو به شهادت رسوند. بله. که یکی از بزرگترین تابعین بود رضی الله عنه. و سعید ابن جبیر دعا کرد، گفت پروردگارا بعد از من کسی دیگری رو به دست حجاج نده که حجاج بتونه بر اون مسلط بشه و اون رو بکشه. همین بود که حجاج مریض شد و بعد از 10 روز در همون سال حجاج 10 روز بعدش بله فوت کرد. آه مظلوم. سعید ابن جبیر ایشون مستجاب الدعوه بودن، مستجاب و هر سال نزدیک 20 سال از حجاج فرار کرد، چون در یک قضیه شرکت کرده بود بر علیه حجاج و حجاج هم گفته بود اون رو حتما میکشم. با این حال هر سال میرفت حج، پیاده میرفت حج، در حج بود و خلاصه در فضایل سعید ابن جبیر خیلی مطالب گفته شده، تا اینکه خودش گفت دیگه من از طاغوت میدونست، حجاج رو طاغوت میدونست، میگفت طاغوت هست. در آخر فرمود که من دیگه از خدای خودم شر میکنم، تا کی من از مرگ فرار بکنم. دیگه اهمیت نداد و خودش رو در ملأ عام ظاهر کرد و پیش حجاج آوردن و حجاج هم ایشون رو به شهادت رسوند. و در 21 رمضان سال 1271 هجری قمری که مصادف میشه با 7 ژوئیه 1855 یک جنگی بین خلافت عثمانی و روسیه در گرفت بر سر شبه جزیره کریمه که الان روسیه چند سال پیش اون رو زمینه خاک خودش کرد، که در اون جنگ خلافت عثمانی بر روسها پیروز شد و 20,000 نفر از سربازان روسی در این جنگ کشته شدند و کریمه هم که الان در اصل مال اوکراین هست به جغرافیا اسلامی اضافه شد و هنوز هم مسلمانای بسیار زیادی در کریمه و در خود اوکراین هم هستند. و همچنین در 21 رمضان در سال 1275 مصادف با 24 آوریل 1859 اولین کلنگ ساختن کانال سوئز به زمین زده شد که دریای مدیترانه و دریای سرخ رو به هم متصل میکنه و یکی از شاهرگ‌های حیاتی برای کل دنیا هست و این افتخار توسط برای مصر ثبت شده که در وسط کشور مصر هست. در چه سالی فرمودین؟ در سال 1275 هجری قمری 1859 اولین کلنگش اون زمان زده شد. جالب. که تحت سیطره انگلیسی ها بود در اون انگلیسی ها. این ها مطالب بود که در 21 رمضان رخ داده در طول تاریخ. متشکرم، بسیار زیبا. از شما اساتید محترم سپاسگزارم، مطالب علمی بسیار زیبا، سخن از الله بسیار زیباست و انسان مؤمن سیر نمیشه از نام و یاد الله. تا قسمت دیگر از این برنامه، الله یار و نگهدارت. سبحان
لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد.